آیا باز کردن چشم سوم اشکال دارد؟ اشکال ندارد این خرافات است واقعیت هم ندارد باز کردن چشم سوم یک خرافات هست یک خرافاتی و توهمات هندوها و بودایا هست و در اسلام هیچ گونه جایگاهی ندارد که فکر می کنند که یکی از بسلا چاکراهایی که در مرکز قوت و نیرو هستند در بدن انسان می شود اونها رو فعال کرد و نمیدونم این چشم در وسط دو ابروی انسان قرار دارد و می شود که این رو باز بکنیم کسی که این چشم رو داشته باشه میتونه آینده را ببینه اینا همشون توهمات و خرافاتی هست که از بسل آین هندوها و بودایی ها در واقع گرفته شده و اونام تبلیغ میکنن و متاسفانه مردم ما بگونه می حسن هر چیزی را که شنیدن چش بسته قبول میکنند. این از نظر شرعی درست نیست جایز نیست واقعیت ندارد با تعالیم اسلام در واقع تضاد دارد بله انسان مسلمانی که مؤمن باشد می شود که الله متعال به عنوان کرامتی به او یک نیروی تشخیصی بدهد یعنی یک فراستی بدهد یعنی این که فراست یعنی این که حدس و گمان انسان مؤمن صادق در میاد یکی انسانی حرفی میزنه در جلویش یا مثلا کاری رو انجام میدهد میگوید که به نظر من این راست نمیگوید این دروغ میگوید بر همون فراست ایمانی و همون علامت هایی که در اون شخص میبیند این فراست را و دید باز را الله متعال به اون میدهد اما این اکتسابی نیست اینطوری نیست که انسان کسبش بکند این چشم را باز بکند به با عنوان یک کرامتی هست که الله متعال به انسان میدهد اما این که انسان چشم سوم و نیروی مخفی داشته باشه که بتوانیم که اون را مثلا باز بکنیم و فعالش بکنیم و مرکز نیروی به اصطلاح مخفی در بدن باشه چون این چیزی واقعیت ندارد و خرافات هست این گونه خرافات و توهمات به اصطلاح بودایی ها رو باور نکنید